بسم الله الرحمن الرحیم. معاصرین عزیز، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. امید که همه ایتان خوب و صحتمند و سرحال باشین و ایام زمستانی را به خوبی و خوشی سپری کنین. خب، در سلسله دروس مضمون سستینبل انوایرمنتال سیستم، مبحثی که ما شما روز قبل دربارش صحبت کردیم، موضوع کلایمت اند ویدر ان افغانستان بود که ما شما دو مبحث خود کلمه کلایمت به خوبی شناختیم که یکی از مشخصات اساسی یک منطقه بوده میتونه و یک جغرافیا رو میتونه برای ما شما معرفی کنه. و کلایمت معمولا به یک مدت زمان طولانی اطلاق میشه، و در حالی که ویدر یکی از کلماتی است که معمولا به مدت زمان بسیار کم اطلاق میشه، مثلا ممکن به یک ساعت باشه، به یک روز باشه، حتی به یک هفته باشه، اون وقت ما شما میتونیم که او رو ویدر بگوییم. و همچنان ما شما درباره اینی وسیله که به نام ویدر استیشن یاد میشه، درباره زیم صحبت های داشتیم و صحبت کردیم که از این ویدر استیشن چی استفاده صورت میگیره و به خاطر چی استفاده میشه. به این شکل ما شما آستا آستا رفتیم خود مبحث کلایمت صحبت کردیم، زون های اقلیمی که در جهان وجود داره درباره زی صحبت های داشتیم، و رفتیم درباره مونسون سرکولیشنز که یک مبحث کلان دیگه است که باید روی صحبت شوه، روی زو بحث شد، و درباره النانو و لانینو که دو کلمه اسپانیایی است که به معنی پسر و دختر است، ولی این در مبحث اقلیمی آمده، و النانو معمولا امو جریان آبهای بحری که در خط استوا قرار داره وقتی گرم میشه به نام النانو یاد میشه، که مستقیما تاثیر داره روی ساحات گردوپیش از این منطقه که در خط استوا قرار داره، و لانینو وقتی آب سرد میشه و تاثیرات خود را میگذاره. روی از این مواضع زیاد بحث نمی کنیم، صحبت نمی کنیم، چرا که هر کدام از این کلمات بسیار تکنیکی است که به جزئیات خیلی زیاد نیاز داره. به این شکل به ادامه از این مبحث ما شما رفتیم درباره افغانستان صحبت کردیم به شکل کلیش، و بعدا رفتیم درباره زون های اقلیمی که در افغانستان وجود داره درباره زو صحبت کردیم، که گفتیم سه زون اقلیمی وجود داره. زون اولش که ولایت های بسیار زیاد سرد است، و زون دومش که تابستان گرم و زمستان سرد داره، و زون سیومش هم که معمولا بسیار گرم و خشک می باشن. درباره اینا مفصل صحبت شد و بر کدامش مثال هایی هم داده شد، و خبرهای بسیار خوبی که ما شما به افغانستان داریم درباره اینا هم صحبت کردیم، که ما شما گفتیم میتونیم که انرژی که در افغانستان داریم از او به شکل خیلی خوبش استفاده کنیم، تا بتونیم که ما شما از لحاظ بعض ضرورت هایی که در از لحاظ انرژی ما شما داریم افغانستان خود کفا بسازیم. ولی متاسفانه تانوس کار بسیار کم صورت گرفته، و ما شما امیدوار هستیم که انشاءالله آستا آستا کار بیشتر صورت بگیره. یک از کارهایی که به فعلا در این روزهای قبلی من یک داکومنتری را دیدم، موضوع سولار بود که در خود داخل افغانستان فابریکه وجود داره که ریزی کار میکنه و ساخته میشه. در هرات بعضی فابریکایی هست که ریزی مبحث بسیار زیاد وارد شدن و کار کرده روان هستن، و امیدوار هستیم که انشاءالله به یک روزی از این لحاظ هم ما شما خودکفا شویم. خب، مبحث بعدی که ما شما امروز میخوایم در مورد سولار جیومتری یا هندسه خورشید یا حرکت زمین به دور آفتاب است. خب، به خاطر از اینکه ما شما به بک‌گراند از این مبحث در تاریخچه که ما شما در این جامعه قرار داریم یک تماس داشته باشیم، و ای است که ما شما در مکتب در بارجی صحبت های داشتیم و درس های خواندیم در مضمون جغرافیه، که یکی از او مباحثی که در مضمون جغرافیه خوانده شده این فهم صنف 10 یا 11 است، در باره ارتسام نقشه هاست که نقشه های جهان با اشکال مختلف میتونه ارائه شوه، و گفته بودیم که اشکال استوانه ای داریم، مخروط داریم، مستوی داریم، اشکال مختلف وجود داشت، و درباره زنا دوج صحبت های شده بود. و همچنان ما شما درباره حرکت زمین و انواع حرکت زمین صحبت های داشتیم، و گفته بودیم که زمین انواع مختلف حرکت های داره که تقریبا 4-5 نویشه ما شما خوانده بودیم اونجا، من بیاد ندارم 4 نور خوانده بودیم یا 5 نوره. حرکت اولش حرکت وضعی بود که ما شما گفتیم در مدت زمان 24 ساعت زمین به مخالف عقربه ساعت حرکت میکنه، که از این شب و روز تشکیل میشه، و نتیجه از این حرکت شب و روز است. و شما اگر برین در نقشه ها ببینین در طول البلد هایی که در نقشه ها به شکل 24 دانه خط نشان داده میشه یا 23 دانه خط است، به اون نشان داده میشه هر خط از او تقریبا یک ساعت است، یعنی وقتی دوران میکنه هر خط از او میتونه که یک ساعت باشه، و در
یک ساعت 15 درجه دوران میکنه، تقریبا مجموعه از 15 دوران در 24 ساعت 360 درجه میشه که مکمل کل زمین تکمیل میشه در این لحاظ. و سرعت زمین هم تقریبا 17000 کیلومتر بر هور است و کی البته در مخط استوا است و استوا هر قدر چقدر که شما به طرف قطبی نزدیک شویم به صفر نزدیک شده میریم، چون که مبحث شما در مضمون فیزیک خواندین و بیشتر میفهمین که حرکت هر قدر به طرف نقطه قطبی میره استوا سلو شده میره. نوع دیگه حرکت زمینی که شما با او آشنایی پیدا کردین در مکتب حرکت انتقالی زمین بود که شما گفتیم از این نوع حرکت که به دور آفتاب در یک محور مشخص حرکت میکنه که این محور به شکل بیضوی است، گفتیم 365 دوز و یک سال تشکیل میشه و این نوع سرعت 30 کیلومتر پر سکند است، یعنی یک سرعت بسیار زیاد سریع است. و نوع دیگه حرکت که ما شما دورش اطلاعات داریم حرکت نوسانی است، حرکت زمین به سوی ستاره است و یک نوع ستاره به نام میگو یاد میشه. و یک حرکت دیگه زمین است، زمین و کهکشان در کل به یک استقامت نامعلوم در حال حرکت هستند. این انواع حرکتی است که ما شما با اینا آشنایی داریم، دورش خیلی زیاد صحبت نمی کنیم چون از بحثی که خود ما شما داریم از این باز دور میشیم. خب این تصویری که ما شما میبینیم، در این تصویر شما در یک طرف میبینید که همون چهره زشت آفتاب یا تأثیرات منفی انرژی آفتاب شما به شما نمایش گذاشته و طرف چپ که شما میبینید همون تأثیرات خیلی خوبه که از آفتاب به جا میگذاره او را برتان نشان داد. یعنی که ما شما میتونیم از انرژی آفتاب خود زمین تغذیه کنیم. خب در این وسط شما ارتباط شعای آفتاب مستقیم باید تعمیر میبینین که اگر به شکل درست دیزاین شوه ممکن باعث استفاده خوب در یک تعمیر شوه، ولی اگر به شکل درست استفاده نشوه باز میتونه که مضرات خود داشته باشه. خب این مباحث خیلی خوب است که به شکل حضوری می بود و ما شما می تانستیم مثل که شما آشنایی دارین با ما همیشه در جریان لکچر ما شما طور صحبت هایی می داشته باشیم که شما هم تبصره می کنین در باره هر تصویر و این خوب است که به شکل اکتیو باشه، کل صنف عملا دخیل باشه، ولی متاسفانه نظر به ضرورت حال ما شما مجبور هستیم که من تنها از یک طرف صحبت کنم که به خودم هم بسیار زیاد خسته کن تمام میشه. خب در این مبحث سولر انرژی، سولر انرژی یوتیلایزیشن ان دیلایت که امو استفاده خود آفتاب، استفاده انرژی آفتاب و دیلایت است در بارزی صحبت میکنیم و او ای است که در کل انرژی آفتاب میتونه در یک ساختمان تاثیرات مثبت به جا بگذاره و هم میتونه که تاثیرات منفی خود داشته باشه. به شکل مثبتش تاثیرات که معمولا به شکل مثبت در یک تعمیر می داشته باشه او میتونه به شکل پاسیو هم باشه و به شکل اکتیو هم باشه، که به شکل پاسیو ما شما بیشتر در این لکچر دربارش صحبت میکنیم که میتونیم از انرژی حرارتی آفتاب در یک تعمیر استفاده کنیم و مزرعاتی که در یک تعمیر است او را مرفوع بسازیم، ولی به شکل اکتیو ما شما انواع سولار سیستم هایی که وجود داره آفتاب گرم کنایی که و به شکل منفیش هم وقتی که امو انرژی حرارتی بیشتر شوه و درجه حرارت بالا بره ممکن باعث اذیت انسان ها شوه. حتی بعض وقتا گفته میشه که اگر به شکل درستش کنترل نشوه میتونه که باعث امراض جدی شوه و گرمایش زیاد مشمولی رو خب بسیار به شکل عادیش میفهمیم که باعث احساس ناراحتی به یک انسان میشه، خصوصا وقتی در یک تعمیر مورد استفاده قرار میگیره و ما شما این سایه افغانا یا یافتاگیرا رو به شکل درستش حل نکرده باشیم باز تاثیرات منفیش عملا ما شما در یک تعمیر میبینیم. به می خاطر جای گفته که solar energy utilization is one of the key points and passive house design. وقتی ما شما یک دیزاین میکنیم که به شکل پاسیو باشه یکی از مباحث اساسی و بسیار زیاد ضروری از این موضوع استفاده انرژی آفتاب. خب حالا میایم روی ازی صحبت میکنیم که در دیزاین خود ما شما عملا چطور میتونیم از آفتاب به شکل درستش استفاده کنیم. و آفتاب دو بخش داره متوجه باشین، یک بخش روشنیش هست و بخش دیگه هم بخش حرارتش هست.
که در بخش حرارتش ما شما میتونیم به شکل پسیف از این طور استفاده کنیم که کلیدی که در یک تعمیر در نظر گرفته میشه و ساخته میشه، این را باید طوری بسازیم که انرژی حرارتی را از او جذب کنیم و بگیریم، که توسط کلکینا ما شما میتونیم از 10 الا 60 کیلووات در هر متر مربی سود کلکینی که وجود داره، از هر متر مربیش ما شما به یه اندازه انرژی حرارتی را داخل تعمیر داخل بسازیم که یک مقدار انرژی خیلی زیاد است. و ایده الا 60 وقتی ما شما گفتیم میلیمتر تعیین کردیم، نظر به موقعیت های مختلف جهت های مختلف فرق میکنه، به این خاطر یک محدوده برش تعیین شده. و ما شما حتی میتونیم کی را ذخیره کنیم، بعد ما شما در باره ترمال ماس صحبت میکنیم که یک از شیوه هایی که به شکل پاسیو ما شما میتونیم ساختمان رو دیزاین کنیم استفاده ترمال ماس است، که در باره ما شما باز انشالله صحبت های مفصل تری می داشته باشیم. خب به شکل که ما شما به شکل پاسیو از انرژی آفتاب میتونیم استفاده کنیم، به شکل اکتیو هم میتونیم از انرژی حرارتی آفتاب استفاده کنیم، که شما مثال عملیش میبینید پی وی سیستم هایی که وجود داره یا فوتوولتیک سلز که در سیستم های شمسی که ما شما برش میگیم، یعنی پنل های که وجود داره به خاطر تبدیل انرژی حرارتی به انرژی برقی ما شما در باره آشنایی داریم و میفهمیم، و حتی میتونیم اینا را بگیریم عملا در ذخیره یا در بیتری ها ذخیره کنیم، که شما مهندس ها حتی میتونین که در روی کانسپتتان این مبحث عملا انعکاس بتین و نشان بتین که شما چطور میتونین از اکتیو سولر سیستم ها عملا در یک تعمیر استفاده کنین. سیستم های دیگه هم وجود داره که در سیستم های اجواک هم از این عملا استفاده میشه. مبحث اجواک شما تشویق نکنید، یک مبحثی است که ما شما باز در میکانیکل اکویپمنت تو میخانه میره یا تجهیزات تکنیکی دو که مخفف هیتینگ ونتیلیشن اند ایر کندیشنینگ است. خب بخش دیگه استفاده انرژی حرارتی آفتابی است که ما شما بتانیم از دلایت از او یا از روشنی از او استفاده کنیم، که عملا ما شما بریم ساختمان ها را طور جهت گیری کنیم تا بتانیم که از کلکین ها روشنی آفتاب داخل تعمیر بسازیم، و این همیشه جزی که ما شما به شکل درست کلکین ها را جا گذاری کنیم، مثلا طرف شمال به اندازه که نیاز است باید گذاشته شد و طرف جنوب به میشکل طرف شرق و طرف غرب، چرا که ما شما میفهم نوری که از طرف شرق و غرب است معمولا اذیت کننده است و باید بر از اونها باز شما از پیک استفاده کنیم، که باز دوره ازا ما شما بحث می داشته باشیم و صحبت میکنیم، چرا که در جاهایی که سرد است ما شما کوشش میکنیم که طرف شمال کلکینا را خیلی زیاد نسازیم، اگر وقت زیاد بسازیم مشکل که ایجاد میکنه اویی است که باز ضایعات انرژی حرارتی صورت میگیره، و این خاطر اندازه کلکین ها طرف شمال، جنوب، شرق و غرب با هم دیگه تفاوت میکنه. ولی چیزی که بسیار زیاد مهم است این است که ما شما باید روشنی داخل تعمیر بسازیم و از هر طریق ممکن باشه، یا از طرف شمال باشه، جنوب باشه، شرق باشه، غرب باشه، حتی ممکن سقف تعمیر باشه، ولی بازم باید یک تعمیر از استفاده شود تا بتانیم اون ساختمان ما شما با سستنبل بگوییم. خب بخاطر از اینکه ما شما استفاده از انرژی حرارتی آفتاب بتانیم به شکل درستش بفهمیم و عملا از او استفاده کنیم، باید ما شما مفکتورهای اساسی که به خاطر به کارگیری انرژی آفتاب در یک تعمیر در یک ساحه به کار میره او را باید بفهمیم، چرا که باز ما شما بتانیم که انرژی حرارتی را در داخل یک تعمیر جذب کنیم. و پیش از اینکه ما شما انرژی حرارتی را در داخل یک تعمیر جذب کنیم باید اون فاکتورهایی که روی زی تاثیر میگذاره او را باید بفهمیم. خب یک از او است لوکال لوکیشن یا کلایمت، لوکال کلایمت یکی از اون موضوعات که است موضوع موقعیت است و اقلیم محلی یا منطقی از ساحه است، و یک مبحث دیگه که است او جهتگیری است. در مبحث لوکیشن و لوکال کلایمت که است چیزی که بسیار زیاد مهم است این است که محیط اطراف ساختمان عملا تاثیر میگذاره، یک از فاکتورهای بسیار زیاد اساسی که باید در نظر گرفته شود اما محیط اطراف ساختمان باید مد نظر گرفته شود و تحلیل شود، شیدینگ آبجکت هایی که وجود داره در گرد پیش تعمیر، اما سایه افگن هایی که در گرد پیش تعمیر وجود داره، مثلا ممکن بعض وقتا ساختمان باشه، بعض وقتا ممکن ساعت سبز باشه یا هر چیز دیگه ممکنه که وجود داشته باشه و باعث از این شود که
روی ساختمان شما، روی ساختمانی که شما میخواین دیزاین کنین سایه بندازه، شما باید او را در نظر بگیرین. مبحث دیگه خود فرم تعمیر است که فرم یا شکل تعمیر میتونه مستقیما روی استفاده انرژی آفتاب تاثیر بگذاره. که در فرم تعمیر عملا چیزایی که بسیار زیاد تاثیر داره است که گلکینا با چی شکل است، به شکل هوریزونتال است، به شکل ورتیکال است، خود شکل ساختمان چی رقم سایه مایل دار است یا به شکل عمودی است، آیا به شکل منحنی یا قوسات اوج استفاده شده یا حتی گنبدها استفاده شده، اینا تمام موضوعاتی است که عملا تاثیر داره. و ما شما اگر بخوایم که از انرژی حرارتی بیشتر استفاده کرده باشیم، باید تمام از این موارد که اینجا یادآوری شد باید در نظر گرفته شود. خب ما شما درباره استفاده انرژی حرارتی صحبت کردیم، حالا ما درباره پسیو دیزاین صحبت میکنیم. مبحثی که شما عملا اقتدارتون روی زو در پروژه یا کارخانگی اولتون شما کار کردین و رفتین یک ساختمان که به شکل پسیو دیزاین شده بود و رو مطالعه کردین. شما این کلمه رو خیلی زیاد شنیدین، ولی باید حالا بفهمین که یک پسیو دیزاین چی رقم دیزاین است یا چی است. What is passive design؟ در اول گفته is based upon climate considerations، یعنی ای که دیزاینی که به اساس مشخصات اقلیمی ساحه ساخته شوه، او را ما شما میتونیم که بگویم که یک ساختمان است به شکل پسیو دیزاین شده. یا مبحث بعدی که یاد کرده، دیزاین که طوری باید صورت بگیره که بتانه بدون مصرف تیل و انواع انرژی هایی که به شکل غیر قابل تجدید است از اونها استفاده شوه، از اینا جلوگیری کنه. این میتونیم که شما یک دیزاین پسیو بگیم، یا میتونیم که این بگیم که دیزاین پسیو او دیزاینی است که ساختمان به شکل درستش جهت گیری میشه و از انرژی حرارتی آفتاب به شکل درست استفاده میکنه. وقتی که ضرورت است انرژی حرارتی را جذب میکنه، وقتی که ضرورت نیست را دفع میکنه. و همچنان در پسیو دیزاین ما شما باید این را در نظر داشته باشیم که از تهویه به شکل درست استفاده شود، یعنی حتی در پلان هم موضوع تهویه حل شود، به میشکل در سکشن هم تهویه حل شود. و از موادی که در اوج استفاده میشه باید با اقلیم ساحه سازگاری داشته باشه. و در یک پسیو دیزاین ما شما کوشش میکنیم که از انرژی حرارتی آفتاب بیشتر استفاده کنیم و همچنان از لایتینگ از خیلی زیاد استفاده کنیم. یک نکته که باید مد نظر باشه اوی است که انرژی حرارتی آفتاب در وقتی که نیاز باشه او وقت استفاده کنیم، در وقتی که نیاز نباشه باز ما شما باید بریم از شیدینگ دیوایس ها یا از پیکو آفتابگیر ها از اینا استفاده کنیم. خب پسیو دیزاین در نتیجه بک ساختمان گفته میشه که دو جا ما شما بتانیم ساختمان طور دیزاین کنیم که خود ساختمان به شکل خودکفا و به شکل سمپلی خودش کار بده، یعنی ضرورت به وسایل میخانیکی نباشه و ضرورت به انرژی های بیرونی دیگه نباشه، بلکه خود ساختمان بتانه جوابگو به اقلیم خود باشه و کسایی که دوی زندگی میکنه احساس راحتی و کمفورتیبلیتی کنن. و دیگه ما شما داریم اکتیو دیزاین. و اکتیو دیزاین به اون دیزاین هایی گفته میشه که معمولا دوی ما شما میریم باز از پکر استفاده میکنیم، از پمپ استفاده میکنیم، سیستم های جوک استفاده میکنیم، یعنی وسایل میخانیکی زیاد به کار میره، اونو حالت به نام اکتیو دیزاین یاد میشه. یک مورد که خیلی زیاد اساسی و ضروری است اوی است که معمولا در پسیو دیزاین ما شما به اکتیو یوزران نیاز داریم، به اکتیو یوزران نیاز داریم. به این معنا که مثلا در تابستان وقتی به حرارت نیاز داریم باید جذب شود، ولی وقتی در تابستان در زمستان ضرورت داریم انرژی حرارتی باید داخل تعمیر شود، ولی وقتی ضرورت نداریم باید دیگه باز کلکینا باز شود و انرژی حرارتی جذب نشود. در زمستان که ضرورت است کلکینا بسته باشه و انرژی حرارتی جذب شود. به می شکل هر وقت که نیاز است به تهویه ما شما میریم کلکینا رو باز میکنیم تا باعث تهویه شود، هر وقت که به تهویه نیاز نیست کلکینا رو بسته میکنیم. یعنی به این شکل ما شما باید اکتیو یوزر نیاز داریم که خود هم کسایی که استفاده میکنن اونا باید فامانده شود، در وقت ضرورت باید کلکینا رو باز بونه، در وقت که ضرورت نیست بسته کنه. خب مبحث اساسی ما شما و مبحثی که بسیار زیاد مهم است و موضوع سولر جیومتری است. وای سولر جیومتری؟ چرا باید درباره سولر جیومتری یا هندسه خورشید بفهمیم؟ بخاطر ازی باید بفهمیم تا بتونیم ما شما
یک دیزاین پسیو داشته باشیم یا بتوانیم یک ساختمان به شکل پسیو دیزاین کنیم، یعنی به این معنا که در وقتی که به هیتینگ نیاز است، به گرمایش نیاز است که فصل زمستان است، ما شما بتوانیم به خوبی از آفتاب استفاده کنیم، ولی وقتی که به آفتاب نیاز نیست، وقتی در ماهای تابستانی باید از او خود را نگاه کنیم. به این خاطر باید ما شما سوال جیومتری را بفهمیم. مبحث بعدی که بسیار زیاد مهم است وی است که ما شما وقتی سولر جیومتری را بفهمیم میتونیم به خوبی ساختمان اورینت کنیم، یعنی جهت بدیم به ساختمان، همون جهتی که با آفتاب ضرورت داره از اون جهت باید آفتاب بگیریم، از جهت هایی که با آفتاب نیاز نیست یا در ساحاتی که با آفتاب نیاز نیست حتی در اونجا باید از آفتاب خود دور نگاه کنیم. یعنی جهتگیری ساختمان یکی از مباحث اساسی است که باید ما شما این موضوع را بفهمیم. مبحث بعدی که بسیار زیاد مهم است وی است که ما شما باید تغییرات فصلی را بفهمیم و محیط اطراف ساختمان با چی چالش ها و با چی تغییرات روبرو میشه و باید نظر به او ساختمان خود را عیار کنیم و بسازیم، چرا که ما شما میفهمیم در فصول مختلف سال ساحات گردپیش تعمیر در حال تغییر است و تغییرات فصلی عملا روی تمام چیزها تاثیر میگذاره. خب مفصل دیگه که مهم است و باید ما شما سوال جیومتری رو بفهمیم اون موضوع شیدینگ دیوایس هاست، تا ما شما بتانیم شیدینگ دیوایس به شکل درستش حل کنیم و درست دیزاین کنیم. شما باز بعدا در درس های بعدی میخوانین که چطور ما شما سایه افگنا یا امی آفتابگیرا رو دیزاین کنیم، به کدام طرف کدام نوع شیدینگ دیوایس ضرورت است. در ساحات مختلفی فرق میکنه، در هر ساحه نظر به ضرورت ساحه، نظر به اقلیم ساحه شیدینگ دیوایس یا مو آفتابگیرا دیزاین میشه. موضوع اساسی دیگه ای است که ما شما بالاخره بتونیم یک مهندسی زنده داشته باشیم که طول سال خودش به شکل خودکفا کار کنه، نه اینکه یک مهندسی مرده داشته باشیم که در یک وقت کار بکنه دیگه وقت عملا هیچ از او استفاده نشه از ساختمان. خب در مطالعه سولر جیومتری ما این را می فهمیم که ساختمان باید مطابق به تابش شعاع آفتاب آماده شود تا اینکه بتانه هم در تابستان و هم در زمستان با مصرف کم کار کنه. خب در این تصویر شما همی مدار که زمین در او حرکت میکنه به دور آفتاب این را شما می بینین. در شروع از لکچر درباره سرعت از این صحبت شد که زمین هم حرکت وضعی داره که به شکل دورانی حرکت میکنه. ما اگر بتونم جدرا کنم بسیار خوب میشه. به این شکل زمین یک حرکت دورانی داره به دور خود و همزمان با او یک حرکت انتقالی داره که گفتیم سرعتش فرق میکنه. مثلا سرعت حرکت دورانیش تقریبا مشمو گفتیم 10 کیلومتر بر هوار است که البته در خط استواس و به شکل به طرف قطبین هر چقدر نزدیک شده میریم به صفر نزدیک میشه. خب 10 کیلومتر بر هوار شما فکر کنین یک اندازه‌ای است که تقریبا اگر به شکل عادی یک موتور به سرعت 100 کیلومتر بر هوار حرکت کنه، یعنی 10 برابر از مشمو به شکل دورانی در حرکت هستیم. یعنی به این معنی اگر زمین خدای نخواسته به یک بارگی استاپ شوه، ما شما به سرعت 1700 کیلومتر پر هوار ما شما به جهت دیگه حرکت میکنیم. به این شکل حرکت انتقالی زمین که بسیار زیاد مهم است و به این شکل انتقال میکنه، یعنی به این سمت در حرکت است که از حرکت ازی گفتیم تو یعنی فصول تغییر میکنه. و ما شما در این بحث هم گفتیم که تقریبا 30 کیلومتر پر سکند در حال حرکت است که تقریبا نمیشه، یعنی 1080 برابر یک موتور که با سرعت 100 کیلومتر بر هور حرکت کنه، ما شما در حرکت انتقالی زمین در حال حرکت هستیم. این نظام خداوندی است و اسرار خیلی زیاد و حکمت‌های خیلی زیاد در این افتاده. یعنی هر چیز در دنیا نظم گرفته، بر خود یک شکل گرفته، یعنی از این شکل اگر ما شما برای مثلا دیگه زندگی در دنیا یعنی هیچ امکان نداره که باشه. خب شما ببینین زمین به دور آفتاب در یک محور بیضوی حرکت میکنه. وقتی در این نقاط خود میرسه، در این نقاط خود میرسه، حالتی است که باز ما شما به نام سولستیس یا انقلاب شمسی یاد میکنیم.
اینی حالت ها را در اینی نقاط که میرسیم ما شما در اینجا باز به نام اعتدال یاد میکنه، تقریباً امو شوای آفتاب عمود به خط استوا میتابه و دیجا به خط جدی و خط سرطان عمود میشه. فاصله هایش ببینید شما فرق میکنه، فاصله آفتاب وقت زمین در شرقی ترین محور خود قرار میگیره 91 میلیون مایلز فاصله داره و طرف غرب شما ببینید 94 میلیون مایلز فاصله داره. و این زمین شما میبینید اینجا نیمکره شمالی یا نورت است، نیمکره جنوبی یا ساوت. در اینجا وقتی میرسه ماه جنوری است، به میشکل مارچ میشه، جولای میشه، سپتامبر میشه و به میشکل در حال تغییر است. در این تصویر شما واضح تر این مبحث میبینین، زمین میبینین و مو انحرافی که از محور که از شما ببینین از قطب شمال و قطب جنوب یک محور فرضی کشیده شده و ببینین یک انحراف داره زمین نسبت به آفتاب تقریبا 23 درجه است. اسلاید بعدی براتون نشان میدیم. این شما ببینید به میشکل دوران کرده میره، حرکت کرده میره تا اینکه فصول مختلف از این تشکیل میشه و شما ببینید اون طرفی که معمولا به طرف آفتاب میباشه روز میباشه، طرف دیگه هم شب میباشه. در اینجا یکم واضح تر برتان مشخص شده و میبینین شما میبینین زاویه انحراف هم شما اینجا میبینین و تغییر فصول شما میبینین، طرف وینتر یا خزان، طرف سپرینگ میریم، طرف سمر، طرف آتم، ببینین در ماهای مختلف سال. خب در این تصویر شما امو نقشه مستوی را میبینین. گفتیم نقشه های جهان به اشکال مختلف بوده میتانه که یک از او به شکل مستوی است. شما ببینین و این خطوط عمودی که جا است به نام طول البلد یاد میشه، خطوط افقی که است به نام عرض البلد یاد میشه. خب اینجا شما امو خط گرینویچ لندن هم میبینین که خط سپری است، به میشکل هر خط تقریبا تفاوت دو ساعت نشان میده. اینجا براتون واضح نشان داده میشه و عملا زمین به دو بخش تقسیم کرده، طرف راست طرف چپ، و شما ببینید که افغانستان در یک فاصله 4 ساعتی قرار داره است، 4 ساعت کم بیشتر. به این شکل هر قدری طرف رفته میرین شما طرف پاکستان اگه برین ببینید تقریبا 5 ساعت تفاوت میکنه، به این شکل طرف ایران فرق میکنه، به این شکل طرف غرب اگه شما ببینید طرف افریقا و کشورهای دیگر شما ببینید به طرف منفی روان است. این در حقیقت همو ساتار نشان میده که چطور سات تنظیم شده، تایم زون چطور تشکیل شده. یک مبحث دیگه که مهم است موضوع تایم زون است که معمولا اینجا گفته که توسط سولر نون تشکیل میشه و سولر نون معمولا امو اوسط طلوع و غروب آفتاب میباشه. دبور ازی خیر زیادتر صحبت نمی کنم چون مبحث بیشتر تخصصی میشه، میریم موضوع دیگر را به ادامه ازی پیش میبریم. خب موضوع مبحث بعدی ما شما سنری جیومتری است. سنری جیومتری یا مو هندسه شعای آفتاب، متوجه باشین را که شعای آفتاب در هر نقطه زمین فرق میکنه، نظر به جغرافیا، نظر به موقعیت ساحه در حال تغییر است فرق میکنه و این باید به هر ساحه به شکل اندیویژوالی یا به شکل منفرد باید مورد بررسی و تحلیل قرار بگیره تا اینکه ما شما خوبتر بفهمیم و هر قدر این مبحث خوبتر بفهمیم میتونیم ما شما باز ساختمان رو به شکل درستش دیزاین کنیم مطابق به مو اقلیم ساحه. خب یکی از سافت‌ورهایی که به خاطر تحلیل از این موضوع وجود داره به نام PHPP است. غیر از این عملا شما اگه برین در سایت‌های اینترنتی هم شما بعضی سایت‌هایی هست که عملا سر از این موضوع کار کرده، مثلا یکی از سایت‌هایی که وجود داره خب در این تصویر شما ارتباط بین آفتاب که در یک طرف آفتاب باشه یک طرف زمین باشه رو میبینین و شما دیگه میبینین که می انحرافی که وجود داره از محور فرضی نورت ساوت ای در طول سال ثابت است 30.5 درجه است و شما میبینین ارتباطات زیر میبینین که خط سرطان در کجاست، خط جدی به میشکل خط استوا، آرکیتکت سرکل و انتی آرکیتکت سرکل اینجا مقدر هر کدام اشتفاداتش بر شما اینجا واضح ساخته. در اینجا برتان مبحث اما انقلاب شمسی رو برتان نشان میده که در وقتی است که زاویه شعای آفتاب عمود به خط استوا است که معمولا ماه سرطان اول ماه سرطان ما شماست. وزدمی اول سرطان معمولا زاویه تابش
شوای آفتاب در افغانستان هم بیشترین حد خود میگیره که تقریبا 78 درجه است و کمترینش که از بازدمای جدی است که دمی انقلاب شمسی بازم ارتباط میگیره که تقریبا 32 درجه است و مسطرین حالت افغانستان میباشه. در اول حمل و اول بهار اون وقتی است که تابش شوای آفتاب به زاویه 55 درجه میباشه. خب بخاطر از اینکه این موضوع کم دیگان برتان واضح شوه، این را برتان به اضافه میگم که وقتی که شوای آفتاب عمود به خط استوا باشه که در حالت اعتدال است، در خود افغانستان هم زاویه تابش آفتاب فرق میکنه، در نقاط مختلف فرق میکنه. مثلا در شمالی ترین نقطه افغانستان زاویه تابش آفتاب تقریبا 51 درجه است، ولی در جنوب ترین نقطه افغانستان باز تقریبا نزدیک به 60 درجه می باشه. یعنی این در نقاط مختلف هم در حال تغییر و تفاوت است. خب ما شما تا فعلا درباره زمین یک چیز معلومات پیدا کردیم، درباره آفتاب هم یک چیز معلومات پیدا کردیم. یک مبحث اساسی دیگه ای است که اتمسفر است که در وسط اینا قرار داره. متوجه باشین که هم تاثیرات خود روی شعاع آفتاب داره. ببینین عملا امی در حال انتقال وقتی که شعاع آفتاب از آفتاب میتابه تا زمین میرسه، شما ببینین تقریبا 25% از یکی از جذب میشه در هوا و یکی سی از هم به شکل منکسر حرکت میکنه. و شما ببینین اگر هوا ابری باشد تا 20% از این شعاع آفتاب انعکاس میکنه و اگر خود زمین تا ببینین گراوند رفلکشن شما ببینین تقریبا تا 5% خود زمین هم باعث انعکاس شعاع آفتاب میشه. بخاطر از اینکه مبحث یکم دیگه هم واضح شد، شما ببینین وقتی هوا ابری باشه، مکمل ابری باشه، شما ببینین که اصلا شعاع آفتاب داخل ساحه نمیشه، به زمین تا به ساختمان نمیرسه. وقتی نیمه ابری باشه یک سیش میرسه، وقتی مکمل صاف باشه شما ببینین مکمل به زمین میرسه. ولی با وجود از او هم در حال تغییر است. مثلا شما ببینید اگه به شکل عمود باشه، اما یک فوت شوایی که از آفتاب می تقریبا به یک فوت زمین میرسه. متوجه باشین ببینید وقتی این موضوعات کم فرضی است، زیاد به جزئیات از اینا میریم. مثلا اگه وقت دیگر باشه یا مثلا صبح باشه، شما ببینید کم یک فوت شوایی که از آفتاب میتابه تقریبا به دو فوت زمین بر میخوره. ببینین و این باعث میشه که شدت کمتر داشته باشه از طرف صبح و از طرف دیگر. و همزمان به او اگر شما ببینین هوا آلوده باشه، گازات باشه، شما ببینین اگر به شکل عمود شوای آفتاب بتابه، شما ببینین از این 5 ری که وجود داره، از 5 شوای که وجود داره تقریبا 3 دانشویش به زمین میرسه. ولی شما ببینین اگر از طرف صبح یا دیگر باشه، وقتی که به شکل میلاندار میتابه، البته در افغانستان میگم به خاطر اینکه بعضی کشورهای دیگه است که دوجه همیشه به شکل میلاندار میتابه، یا بعضی ساحات است که همیشه تقریبا عمود میتابه که نزدیک به خط استوا باشه، و کشورهایی که به قطبین نزدیک باشه اونجا اکثرا به شکل میلدار آفتاب میتابه. ببینید شما از 5 دانه خط، شما ببینید فقط یک خط زیر رسیده یا یک دانه شوهای زیر رسیده به زمین. خب از جمله مباحث بعدی که ما شما باید دوباره زیب بفهمیم، موضوع سولر التیتیود و زینت انگر است، یا زاویه ارتفاعی. مثلا سولر التیتیود اون زاویه است که شما ببینید شوهای آفتاب با افق زمین تشکیل میده، با افق زمین تشکیل میده. موضوع زینت انگل همو زاویه است که از شوهای آفتاب به خط نرمال فرضی دیگه تشکیل میده. این به نام زینت انگل یاد میکنه. یک از زاویه دیگه که بسیار زیاد مهم است او ازیموت انگل است که معمولا با شمال یا با جنوب اندازه میشه. شما ببینین اما انحرافی که از بالا دیده میشه این به نام ازیموت انگل یاد میکنن. مثلا از جنوب شما ببینین به شکل، در حالی که التیتود انگل همون زاویه است که از افق زمین با همون زاویه ارتفاعی را میبینیم. ولی ازیموت انگل معمولا شما ببینین یک جسم وقت سایه تشکیل میده، با سایه زو، با ادامه سایه زو، با خود سایه زو معمولا اندازه میشه که معمولا از طرف جنوب میباشه یا از طرف شمال میباشه. خب یک از تفاوتایی که شما این موضوعات با هم دیگه تفکیک کرده بتون نوعی است که معمولا در عظیم تنگل شما ببینین عظیم تنگل وقتی میگن 135 درجه به طرف ایست، معمولا امرایش ایست یا ویست یاد میشه. وقتی رزی که ما شما باز اندازه رو میبینیم از طرف جنوب وقت اندازه میشه به طرف ایست اندازه میکنی یا به طرف ویست اندازه میکنی، به طرف شرق یا به طرف غرب. ولی در التیتود انگل با شما ایست و ویست اصلا دوجه نمیبینین.
خب در یک مثال دیگه میخوایم که بیشتر عملی شود. مثلا شما ببینید اینجا یک سفر در روی زمین ماندن و روی زو یک پنه به شکل عمودی و عمود به می صفحه دیجا نصب کردن. شما ببینید وقتی شوهای آفتاب به این میتابه اینی زاویه که به شکل از ادامه از سایه شما ببینید به این شکل از ادامه سایه با امو ارتفاع از شوهای آفتاب اندازه گیری میشه به نام التیتود انگل یاد میکنه که با افق زمین است. ولی از این متنگل شما میبینین امو ادامه سایه را شما میبینین که با جنوب اندازه گیری کرده، این به نام از این متنگل یاد میکنه. در مبحث عظیمت شما ببینین امو نقاط آخر سایه را وقتی که با هم دیگه وصل میکنه، مثلا صبح وقتی میتابه صبح شما میفهمین که آفتاب وقتی طلوع میکنه، صبح وقتی آفتاب طلوع میکنه سایش به این طرف میباشه، آستا به این شکل دوران میکنه. مثلا ساعت 12 بجه آفتاب سایه از جسم خود میباشه و میشکل آستا زیاد شده میره تا دیگر و به اون بیشتر نقطه خود میرسه. اینی را اگه با هم دیگه وصل کنین شما آخرین نقطه از سایه را به این شکل کرو تشکیل میشه که باز شما اینی کروا انواع مختلف دیاگرام هایی که نمایش داده میشه شما در اشکال دیگه بعدی به صفحات بعدی در سلاید های بعدی شما اونا رو میبینین. در این سفرتان همو تفاوت انقلاب زمستانی و تابستانی رو نشان میده. در تابستان شما ببینین در سمر سلستید طلوع آفتاب ببینین و غروب آفتاب ببینین و برک شما در زمستان ببینین. در زمستان طلوع آفتاب از کجا میباشه و غروب در کجا میشه، جسم تعمیر در اینجا است. شما ببینین عمر نما، اگر شما کسایی که یک کمتون فکر کرده باشن اونا میفهمند که زمستان شوهای آفتاب طلوع از کجا طلوع میکنه و کجا غروب میکنه و در زمستان از کجا طلوع میکنه و کجا غروب میکنه. و ایره شما ببینین تفاوتی که در بین دو انقلاب شمسی تابستانی و زمستانی است شما ببینید تقریبا 47 درجه با هم دیگه از لحاظ التیتیود تفاوت دارن. در این تصویر شما همی سنپد دیاگرام به شکل فرم فضایی شما میبینید که به شکل 3D برتان نشان داده. مثلا شما ببینید اینی خطوطی که در اینجا است به شکل عمودی، اینا خطوطی است که شما قبلا به نام طول البلد اونا را میشناختین که دیجه باز از توسط از این شما میتونیم از این متنگل پیدا کنیم. و اینی خطوط افقی را که شما میبینین اینا را شما به نام عرض البلد شناختین که دیجه باز توسط اینا شما میتونیم التیتود انگل پیدا کنیم. خب از این مبحث میگذاریم. شما ببینین اینی شوهای آفتاب است طلوع کرده و غروب کرده. شما ببینین در هر ماه یک دقیق روز مشخص شما ببینین اینجا برتان نشان داده، در هر ماه یک روز مشخص. مثلا شما اینجا گفته برتان 21 هر ماه برتان اینجا مشخص شده. مثلا شما ببینید این خط دوم معمولا امو 21 ماه جنوری است، وقتی طلوع کرده تا غروب امی مسیر حرکت شوهای آفتاب در یک دوم برتان نشان داده. 21 جنوری فبروری، 21 مارچ، 21 اپریل، 21 می، 21 جون، باز پس به می خط به این مسیر پس حرکت میکنیم. 21 جولای به می شکل تا آخر که دیگه باز 21 دسامبر میشه. اگر امو ساحه رو شما بگیریم قطع کنیم شما ببینین امو ساحه که یا امو ویندو که از جا معمولا شوهای آفتاب به تعمیر میتابه اینی ویندو تشکیل میشه. شما ببینین از 21 دسامبر الا 21 جون که پایان ترین نقطه 21 دسامبر است و بالاترین نقطه 21 جون است، از 9 بجه شروع الا به میشکل تا 3 بجه پی ام فقط برتان قید کرده ای ساحه را. اگر نه از طرف صبح اگر 7 بجه و 6 بجه ببینین کل این ساحه معمولا قید میشه تا ای آخره. یکی از مباحثی که ما شما باید در نظر داشته باشیم او امو ساختمان اطراف از این ساحه که ما شما قرار است دیزاین کنیم اوناست که ما شما قبلا گفتیم که امو فاکتورایی که تاثیر میگذاره، که از فاکتورایش گفتیم که محیط اطراف از او است. مثلا ساختمان گرد و پیش از این روی تاثیر میگذاره، یعنی اگه این ساختمان وجود داشته باشه حتی میتونه ویندوی شما رو قید کنه دیگه هم خرد کنه. پس این موضوعات هم باید شما مد نظر داشته باشین که ساختمان گرد پیش ممکن باعث ازی شود که جلو آفتاب به تعمیر یا به ساحه شما بگیره. اینجا بازم شما یک دیاگرام دیگر رو میبینین که ساعت 8، ساعت 10، 12، 2 الی 4 نشان داده به میشکل در ماهای مختلف، حتی در انقلاب شمسی زمستانی و انقلاب شمسی تابستانی رو به شما در یک سکای دوم ایره برتان بازم تحلیل کرده.
وقت شما اگر نمو دیاگرام به شکل سیکشن را ببینین و تمام خطوطی که اوجه وجود داره به شکل سیکشن شما ببینین، ببینین این خطی است که ما شما به نام وینتر سالستیس یا انقلاب شمسی زمستانی یاد کردیم، انقلاب شمسی تابستانی یاد کردیم، یا مو حالت اعتدال یاد کردیم. ببینید تفاوت اینا تقریبا به 3.5 درجه است که مو به 3.5 درجه انحراف زمین کی بود او را براتون نشان میده. خب قبلا براتون اون نسخه دوم براتون خیلی مشرح و توضیح داده شد کدام خطوط به چی معنا است. اینجا شما ببینید وقتی نمیره از بالا ببینین، از بالا ببینین امی به نام سنت پت دیاگرام یاد میشه که پسانتر شما ایره بیشتر در بارزی معلومات پیدا میکنین و عملا شما در صنف باز وقتی در دروس حضوری شروع شد شما عملا در صنف کار میکنین روی ازی. او یکی از شیوهایی بود که نمایش داده میشد که نیره ما شما گفتیم به نام سنت پت دیاگرام یاد میشه. به اشکال مختلف دیگه هم به شکل ورتیکل شما ایره میبینین، ورتیکل سنت پت دیاگرام هستی، یعنی میتونه که به شکل الیویشن ببینین، میتونه به شکل پلان ببینین. ایره بیشتر ما شما از این شکلش استفاده میکنیم ولی این شکلش موجود داره که نمونهش در اسلاید های بعدی من براتون نشان میدم. و این هر خطش ما شما گفتیم کدام خط به نام عزیموت یاد میشه، کدامش به نام التیتود یاد میشه، چرا که توسط یکش ما شما عزیموت انگل پیدا میکنیم، توسط دیگه هم التیتود انگل پیدا میکنیم. خب بخاطر از اینکه این مبحث خوبتر بفهمین شما یک دفعه باید برین امو دوم خوب ببینین، خب تحلیل کنین بفهمون خدا و پس به اینجا شما ای را ببینین، یعنی از طریق از شما میتونید که را در ذهنتون جاگذاری کنین. مثلا ببینین شما این خطوط مستقیمی که جاست شما از پلان از بالا وقتی ببینین این خطوط به نام عظیم تنگل یاد میشه و این خطوط که به شکل دورانی است این را به نام التیتود انگل یاد میکنن که یک سیشی برتون نشان داده و اینی خطی که شما میبینین یک ماه نشان میده. در یک ماه یک روز مشخص شوای آفتاب از طرف صبح الا 6 بجه شام به چه شکل در حال حرکت است نظر به مساحه، این نقطه صفری که است مساحه شماست. به می شکل شما ببینید در ماهای مختلف سالی را ببینید، گفتیم از جنوری، فبروری، مارچ، اپریل، می، جون، واسه پس در می خطوط دیگه پس حرکت میکنیم، چرا که زمین اما یک مسیر باز تکرار میکنه، دوبار تکرار میشه این موضوع. بختر از اینکه او بیزوی به شکل متناظر است وقتی حرکت میکنه به مشکل پس همین مسیر خود را تعیین میکنه. این یک نمونه عملی سنت پت دیاگرام است که معمولا به هر نقطه به هر موقعیت مشخص برزی یک سنت پت دیاگرام میباشه. مثلا به خط استوا این سنت پت دیاگرام به یک شکل میباشه که معمولا این خطوط به این شکل تقریبا در این ساحه میباشه. اگر ما برتون ایره بتونم درا کنم به این شکل این خطوط در این ساحه می باشد در خط استوا، چرا کوساحاتی است که تقریبا آفتاب همیشه نزدیک به عمود به او میتابه ولی در وقتهای دیگه شما ببینین در جاهای دیگه مثلا اینجا ببینین اما وقت که برای تعیین شده 44 درجه نارت است. این در 44 درجه عرض البلد شمالی است. شما افغانستان اگر مطالعه داشته باشین بیاد داشته باشین در جغرافیه شما خواندین از 29 الی 38 درجه است، در 29 الی 38 درجه نیمکره شمالی افغانستان موقعیت داره. خب انشاءالله که این موضوع براتون واضح شده باشه که در این سنت پت دیاگرام شما ببینید به یک موقعیت مشخص که 44 درجه شمالی است، در عرض البلد شمالی قرار داره، در 44 درجه عرض البلد شمالی قرار داره، به این شکل سنت پت دیاگرامش به این شکل است. گفتیم که این خطوطی که به شکل شوایی حرکت کرده ایره به نام عظیمت انگل یاد میکنه، خطوطی که به شکل دایره‌ای است اینا به نام التیتود انگل یاد میشه و این نقطه مشخص که نیجا است مثبت این ساحه است که در اونجا باز امو ساختمان مساحه قرار میگیره. اگه شهر باشه مکمل شهر دیسا قرار میتینه، اگه ساختمان باشه ساختمان دیسا قرار داره و این خطوطی که شما میبینین ماهای مختلف سال است و این خطوطی که به شکل عمود به خطوط ماهای سال شما میبینید اینا با ساعتهای مختلف است. ببینید از 5 بجه شروع، 6 بجه، 7 بجه، 8 بجه، 12 بجه، 4 بجه، به این شکل شما میبینید تا شام. خب به خاطر از اینکه موضوع موقعیت ها براتون دیگه هم واضح شوه، مثال عملی شما میبینید به شکل 3D براتون می سن پتن نشان داده، یا مسیر حرکت شوای آفتاب به شما نشان داده. مثلا شما میبینید در 0 درجه یا در خط استوا شما میبینید تقریبا عمود آفتاب همیشه تقریبا عمود به مساحه میتابه و شما ببینید در 24 درجه کمی زاویه میگیره و در 32 درجه این زاویه باز یک کمی دیگه هم
تغییر میکنن. به شکل شما ببینید وقتی در نیمکره شمالی در قطب شمال باشی، شما ببینید شوهای آفتاب همیشه به شکلی به شما میتابه که مثل که ما شما دیگه در طرف شام آفتاب داریم. شما شاید یک کلمه شنیده باشین که در بعض جایا هست که موج شش ماه شب میباشه و شش ماه روز میباشه. او منطق شجه سر شما میگیره. اینجا شما ببینید تقریبا همیشه شوهای آفتاب دوجه مثل شوهای آفتابی که ما شما از طرف دیگر بعد از دیگر ما شما تجربه میکنیم دوجه همیشه به شکل میتابه. به خاطر از اینکه شما مثال عملی ازی را ببینید، شما میتونید که یک کلمه است به نام مید نایت سن یا آفتاب نیم شب، شما او را سرچ کنید، شما عملا باز کشورهایی که به می شکل می باشه اونا رو شما میتونید که ببینید و داکومنتری هایی که درباره ازی است که آفتاب چی رقم دو جمعی تا و چی رقم شد، چی مردم با چی چالش ها رو برو اصلا کلشان با کلش براتون واضح می سازد و براتون داشته می کنن. خب انشالله که این مبحث براتون خوب صحیح واضح شده باشه. در اینجا بازم امی سنت دیاگرام ها رو براتون نشان داده که جای مختلف در حال تقریبا، مثلا اینجا شما ببینید تا 90 درجه هم ممکن آفتاب به شما بتابه، ولی اینجا شما ببینید اصلا از 30 درجه بیشتر نمیشه، یعنی بیشترینش 30 درجه یا 40 درجه است. اینجا دیگه موقعیت است که در نیمکره شمالی هستیم، اینجا شما ببینید در خط استوا است، یا اینجا شما ببینید در 45 درجه است، در 45 درجه عرض البلد شمالی. اینی به شکل عملی امو سایتی والویشن تول است که شما عملا میبینین این سهره میبینین که شوهای آفتاب در کدام وقتهای سال به چه شکل است. شما ببینید در زمستان شوهای آفتاب پایان میباشه، یعنی به زاویه بسیار کم میتابه، و در تابستان شما ببینید به زاویه خیلی زیاد که تقریبا نزدیک به 90 درجه میشه. به اینی زاویه شما ببینید شوهای آفتاب به مساحی که شما قرار دارید دوجه میتابه. این یک از شیوه های دیگه سنت پد دیاگرام، شما ببینید این خط که اصلا خط زمستانی نشون میده که شوهای آفتاب خیلی زیاد بلند است، و اینجا شما ببینید که مود زمستان نشون میده این خط، و شما سات های مختلف و ماه های مختلف اینجا شما میبینید عملا اینجا مشاهده کرده میتونید، ولی با این ماه شما زیاد سرکار نداریم اگر بفهمین خیلی خوب است. اینجا شما ببینید این می موقعیت که این دیاگرام برش ترسیم شده 36 درجه عرض البلد شمالی است. اینجا براتون التیتود انگل یاد کرده، اینجا شما ببینید انگل های دیگر بیرینگ یاد کرده یا زیموت انگل یاد کرده براتون. اینجا عملا تحلیل از رو نشان داده که وقتی شما میرین تحلیل میکنین در کجا باید آفتاب باشه، در کجا باید سایه باشه، مثل که ما شما قبلا برام ویندوز کا یاد کردیم، مثل از او تحلیل شده مورد بررسی قرار گرفته. اینجا شما ببینید برام میره برام سندایل یاد میکنه، یک شیوه دیگه است که معمولا شوهای آفتاب مورد تحلیل و بررسی قرار میگیره. یک از شیوه دیگه است که به نام سندایل یاد میشه، و شما ببینید یک از شیوه ارائه می سن پد دیاگرام است که ایجا برتن ماه های مختلف سال و ساعت های مختلف برتن نشان داده. ایجا بازم نقطه مشخص برتن گفته که 44 درجه از البلد شمالی. در این تصویر شما عملا وقتی میرین در مهندسی از استفاده میکنین، شما ببینین زمستان وقتی نشان میتین در یک مسیر بسیار زیاد خرد قرار میتین، وقتی تابستان نشان میتین به یک مسیر کلانتر، وقتی حالت اعتدال نشان میتین به این شکل نشان میتین. شما عملا استفاده کردین و کار کردین، و هدف از یامی است که دیگه شما باز برین امو موضوع از این تنگل بفهمین که سایه از کدام طرف تشکیل میشه. مثلا از طرف صبح وقتی آفتاب طلوع میکنه سایش به این طرف تشکیل میشه، و از طرف دیگر وقتی آفتاب در حال غروب کردن است شما ببینید سایش به این طرف میاد باز، و از طرف پیشین شما ببینید به شکل مستقیم طرف نورد میره. این تحلیل بیشتر است که شما عملا باز میرین امون جاهایی که نیاز نیست پیشوی آفتاب باید گرفته شه، و شما باید از امون الیمنت ها یا از امون عناصر استفاده میکنین که جلو ورود شوهای آفتاب به تعمیر گرفته میشه، و در وقتی که نیاز است باید داخل شه، و باید ما شما باید برش مسیر بگذاریم تا شوهای آفتاب داخل تعمیر شه. مثلا شما ببینین بعد از دیگر که امون نور شوهای آفتاب بسیار زیاد اذیت کننده است، وقت پیشویش گرفته قید کرده ایجه. اینجا برتان مسایه ها رو نشان داده، یعنی به حد یک سایت یا لندسکیپ برتان این موضوع نشان داده وقتی که یک ساحه مایل داشته باشه، اونجا باز شما ببینید سایه ها فرق میکنه، چرا که ساحه مایل دار است و سایه بیشتر اونجا تشکیل میده، سایه مایل دار تا سایه صافی موضوع فرق میکنه. یا مثلا در وقتی که آفتاب بلندترین شوهای آفتاب بر خود میگیره، در اون وقت زاویه تابش آفتاب به چه شکل است،
و به اساس یعنی شما میرین تحلیل میکنین که پیک به کدام اندازه بگیریم، حتی ساختمان سقفش به کدام زاویه باید میدان بدیم. این موضوعاتی است که باز عملا شما از اینا استفاده میکنین و کار میکنین. شما ببینین زاویه مختلف سقف، شما ببینین زاویه مختلف روف ببینین، هر کدامش بر خود دلیل دارد، نظر به نقاط مختلف، نظر به شهرهای مختلف، نظر به جغرافیای مختلف، اینا فرق میکنه. خب این بود مبحث امروزی ما. شما خدا کنه که آموخته باشین. ممکن در بعض جای شما سوالای داشته باشین، انشالله که باز در درسای حضوری عملا با زیر ما شما مطرح میکنیم و دوباره بحث میکنیم، گفتگوی بیشتر میداشته باشیم.